گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس و این دختر جوان ایرانی. از این لحظه با شما هستیم و دوستان عزیزم آقای دکتر قرقزلو و سیاوش عبستا در این برنامه ما را همراهی خواهند کرد. اینو پخشش کنیم ببینین اعتراضای مردم چه شکلیه. جمهورشه، یک آدمی با اون سوابق مفعول واقع شده رهبرشه، یک آدمی لات غلام بلبل رئیس دستگاه قضاشه، یه دزدی رئیس دستگاه مقننشه و و همونجا بیایید پایین، هیچ توقعی از اینها نمیشه داشت. یک جانباز آزاده برادر شهید رو هم زندان میکنن فقط به اتهام من با پرونده سازی بوده. تمام اتهام من حفظ حرمت خون شهدا و اعتراض به پایمال شدن خون شهدا بوده. هر چه غیر از این میگوین دروغ میگن این کذابان بی پدر. الهازا من با افتخار دارم وارد زندان وکیل‌آباد میشم. امروز مرخصیم تمام شده و هشدار میدم هم به مردم، هم به مسئولین خائن این حکومت جنایتکار، هم به دستگاه قضا و امنیتی، دست از ظلم و جنایت بردارید. با بریدن زبان و دوختن دهان و زندان کردن بیگناهان کار پیش نمیره. حکومت صالح باید در قلب ها حکومت کنه. دیر یا زود باید بگین غلط کردیم. همین الان بیایید. شما یک به یک بیشرفید. چرا که هر کس دیدید از رژیم خونخوار جمهوری اسلامی حمایت میکند، از مگسی که روی مدفوع میشینه و از مدفوع ارتزاق میکنه شعور و شرف و فهم و دانش و همه چیزش کمتره. و این بیشرافتان تاریخ 4-5% ملت، ما بالغ بر 90% معترض داریم، ولی 90% از این 90% ترسوین. از چی میترسید؟ اینها شفش تنشون هم دیگه نمیتونن بکشن. اینها یه مش حقیر ذلیل بدبخت مفلوکن. باز یک تعداد بوگندوی جیرخار شما رو به گروگان گرفتن. تکانی بخورید، تکانی بخورید. در پناه حق باشید. در زندان میمانیم تا شما ملت درهای زندان ها رو بکنید و بیگناه ها رو از زندان نجات بدید و این نجاسات از کشور بیرون کنیم. جا پیدا کردن میرن، نکردن به درخت ها و تیرای برق مثل اون برتکه پوفیوز فضل الله نوری آویزونشون میکنیم. بعد به درون زندان زندانیا واقعا باید بشینن با هم دست به دست هم بدن شورش اونجا ایجاد کنن. هر روز که نمیشه، اینا صبح میشه میگن امروز کیو بگیریم. هر روز از اون بر مردم میگیرن، از یار به زنا فشار وارد میکنن و از اون بر گرونی این 10 سال اخیر افزایش میدن. خب بعد میان میگن که این موساد در داخل ایران نفوذ کرده و این آقای وزیر سابق آخونده، وزیر سابق همین اطلاعات اومده میگه آقا شما متوجه نیستین تا چه حدی موساد در داخل ایران نفوذ کرده. خب آقای سیاوش عبستا نیستن؟ بعد درودی بر شما آقای سیاوش عبستا عزیز. روزا شبتون خوش، حالتون چطور؟ بسیار ممنونم که باز وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین. از شما من همیشه سپاسگزارم. با مطالب و اطلاعات زیادی میان همین در این فرصت کم در اختیار هموطنان رو میذاریم. الان فقط میخواستم این اول از همینجا شروع کنیم آقای سیاوش عبستا. این پوتین که داره میره ایران، واقعا نباید مردم ایران یک حرکتی نشون بدن که مملکت خودشون رو دوست دارن، ایران رو میخوان، دخالت های خارجی رو نخوان و اینا رو همه رو پول مردم ایران بگیره. بله نمیشم این صدای ما رو قطع شده. بله مثل که آقای قرقزلو آقای سیاوش عبستا ارتباطشون با ما قطع شده. به هر حال این گرانی که نشون بدیم ما بعد درود قطع شده بودین آقای. حالتون خوب باشه، روز شبتون خوش. صداتون نیست بودم.
الان نداری صدای منو؟ بله الان هست. بله، عرض کنم که حدود 700 هزار نفر رو از نیروهای سپاه و نیروهای پلیس و ارتش رو جمهوری اسلامی بسیج کرده برای حفاظت از پوتین که داره میره ایران، ولی مردم ایران های شرفشاهی بسیار زیرک و باهوش هستن، میدونن چجوری بایستی این رهبر استعماری که به میان ما وارد میشه رو ازش پذیرایی کنن. ابتدای برنامه صحبتهای بسیار خوب و زیبا و دلنشین برادر عزیزم دکتر کمال جعفری یزدی رو پخش کردید، زندانی سیاسی، استاد دانشگاه، این جوان رعنا برادرش 15 سالش بود که من آخرین بار که دیدمش 14 سالش بود در مشهد، رفت جبهه و در 16 سالگی جعفر جعفری یزدی کشته شد و همین نازنینی که شما صداشو پخش کردید دکتر کمال جعفری یزدی، ایشون هم در جنگ بوده، هم اسیر جنگی بوده و هم آقای شرفشاهی ایشون عرض کنم خدمتتون که اولین کسی است، یعنی از زمره اولین جانبازان جنگی است که بر علیه خامنه‌ای و نظام ولایت فقیه برخاست و 35% دکتر جعفری، 35% آقای شرفشاهی جانباز هست، یعنی ترکش خمپاره خورده و مشکل داره، ولی با گستاخی و شجاعت همیشه همینطور صحبت میکنه. حتی چندی پیش مشکل جسمی داشت، از زندان اومده بود بیرون با من تلفنی صحبت کرد و در همون هنگامی یک کمی که فرصت داشت تا بیمارستان بره و اینا، باز با من که صحبت میکرد همین خواست که ما فریاد مردم داخل کشور باشیم. سفری های شرفشاهی استاد دانشگاه بوده در مشهد، بعد از مسئله جنگ، بعد از اسارتش که برمیگرده استاد دانشگاه بوده، دکترای مدیریت استراتژیک داره دکتر جعفری و انسان دلاور و آزاده است و یکی از 14 نفری است که اون بیانیه مشهور رو امضا کردن. نمونه دکتر کمال جعفری یزدی، آقای شرفشاهی، نمونه ملت ایرانه. امروز زندانهای جمهوری اسلامی پر است از این شخصیت ها، از کسانی که رفتن به جبهه جانشون رو برای آزادی ایران و تمامیت ارض ایران دادن و امروز در زندان و اسیر و بدبخت و بیچاره و خانواده هاشون هم چه بچه. اینه که شما مطمئن باشید، ملت ایران مطمئنه آقای شرفشاهی، مردم ایران هم اسلام رو در ایران دفنش کردن و هم شعائر اسلامی و گول این یک سری شعارهایی که نظام، مانورهایی که میاد میده مردم نمیخورن. این مزدوران حقوق بگیر نظام جمهوری اسلامی که بنیاد خمینی 15 خرداد و دیگران به اینا حقوق ماهیانه میده، میان تو تظاهرات، اینا ملت ایران نیستن. همونطور که شما نشون دادین در سریلانکا مردم ریختن، همونطور که در نیکولا چاوچسکو رو در رومانی همون روزی که 100,000 نفر پای سخنرانیش بودن همون روز سرنگونش کردن، جناب شرفشاهی سرنگونی اینا قریب الوقوع هست و من شکی ندارم. یک فیلم کوتاه داره آقای شهرتی، آقای شرفشاهی، این نمونه این هست که ملت ایران دفن تاریخی کرده سادات تازی رو، اسلام رو و نظام روحانیت رو. بله ببینیم. باشه، حالا تا بیاد این چیه آقای شرفشاهی؟ من به شما بگم این چیه. میدونید که سالیان سالی که ما را عادت دادن سر قبر از دست رفتگان در خانه ما قرآن میدن، شیخ آخوند و مرده خوره میاد قرآن میخوره توی مسجد، اینا هم که جمع میشن یه دفترچه قرآن همه جز میدن، اینا قرآن میخونن سر خاک مرده ها و تو خونه اینا. ملت سلحشور ایران امروز اینو دفن کرده، یعنی هرگاه که عزیزی رو از دست میدن با این که مخالفت های نظام هست، اینا با خونیاگری با موسیقی این کار میکنن. 40 سال پیش که من سیاوش عبستا اینو اعلام کردم و از مردم خواستم چنین بکنن، برخی از دوستان نازین من در همون لس آنجلس خندیدن وقتی که من مادرم رفت روی کشتی
با گروه عشاق آذربایجان موسیقی گذاشتیم، شخصیت های مثل دکتر مصر بازاده، مثل آریامنش، دکتر کوروش آریامنش و شخصیت های برجسته حضور داشتن. هادی خورسندی یک نمایشنامه نوشت این کار رو و من ازش تشکر کردم. حالا این کار جهانی که شده، هیچ ببینید در گرگان آقای شرفشاهی، این در گرگان این خانواده محترم نازنین که من دست همشون رو میبوسم، دختر عزیزشون از دست دادن، ببینین چگونه چه در دست دارن مردم و چه میخونن و چگونه بدرود میگوین. این دفن تاریخی اسلام و روحانیت در ایران. من شما عزیزم که عزیز دلبند خودتون از دست دادید، شاخ گل شما و این خانواده گرامی و بزرگ، واقعا بزرگوار گرگانی ما بر نخواهد گشت. اما شک نکنید با این کارها، با این نوپردازی ها، با این سنت شکنی آقای شرفشاهی، ایران آزاد میشه و آزادی به ایران بر میگرده. در این شک نکنید. در ایران آقای شرفشاهی ده ها بنگاه و تشکیلات و سازمان موزیک هست که فقط مخصوص آیین بدرود با عزیزان هست، با موسیقی. قرآن خونی رو انداختن کنار. اصلا ملت ایرانی، نسل نو و جوان و همونطور که میبینیم کهنسال سرزمین آریایی، بازگشت به خیش کرده و این برگشتی نداره. دفن تاریخی خواهند شد. به زودی تمامی سادات تازی و روحانیت و ولایت فقیه در ایران آی شرف شد. یاد فرزند دلبند شما به شادی باد، روانش به شادی باد و روانش همیشه شاد. بسیار سپاسگزارم، محبت کردید. در حال این امید هست که مردم ایران هنگام حضور این پوتین جانی در تهران یک حرکتی نشون بدن و نشون بدن یه ملت زنده ای هستن، ملت آگاهی هستن، حاضر نیستن که کشورشون رو جای پای روسا اونجا همه جا باز بشه، از شمال به جنوب ایران در حرکت بشه، منافع زیادی ببره و به راحتی این آخوندی که بر همه چیز مردم در حاکمه اینجور اجازه داشته باشه که صدها در حال پهباد رو به راحتی بده که برای مردم بیگناه اوکراین رو بکشه. بله، بدون شک این جهان رو اینها میخوان تقسیم بر دو کنن آقای شرفشاهی، ولی همه اونهایی که همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفت در صحبت آخرش، همه اونهایی که در این بازی نوین جهانی طرف جمهوری اسلامی رو گرفتن، اینها همه پشیمان خواهند شد که فردای آزادی ایران بسیار نزدیک است، آزادی ایران نزدیک است و همه دشمنان داخلی و خارجی رو مردم مثل آیین اینها
دفن تاریخی خواهند کرد. اسلام رو دفنش کردن، سادات تازی دفن گول نمیخورن مردم ایران. اینا های شرفشایی همونطور که هم بهتون گفتم، اون چهار نفری که هفته پیش بهتون گفتم لباساشون رو درآوردن، دارن سید مدیدای دیگر هم میگیرن میندازن زندان که برای خودشون قهرمان سازی کنن و در فردای آزادی ایران. ولی ملت ایران گستاخانه و شجاعانه و آگاهانه میدونه که به هیچ شیخ و ملا و آخوندی و به هیچ سادات تازی اعتماد نخواهد کرد و همه اونها رو دفن کردن. نمونه کوچکی که دیدیم ما از گفته های برادر عزیزم، نازنینم، رفیقم دکتر کمال جعفری یزدی که در زندان هست و حالش هم بسیار بد است، چندین سالی که در زندانه، و زندانیان دیگر، و این گونه بدرود گفتن با عزیزان که کار یکی و دوتا نیست، اصلا رایج آقای شرفشاهی، اینها همه نشانه امید بزرگی است که پیروزی با ملت ایران هست و در این شکی نیستید. بله، امیدواریم که به حال تا زنده هستیم شاهد این ماجرا باشیم و اتمن. ببینیم که در حال ملت ایران به پا میخیزه و این آخونده رو از صحنه دور میکنه. از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین، همچنان با مطالب جالبی که در اختیار هموطنان اون در این برنامه میذارین. شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. سپاس استاد شرفشاهی، بدرود، خدا نگهدار. آقای شهرتی سپاسگزارم، مرسی از مهرتون و خدا حافظ. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قره‌گوزو، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود تا درود دیگه.